به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدمکشان، قوادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه، جیره بگیران فکلی، حکومت دینی، حکومت الله، اولین حکومت الله در روی زمین. در این حکومت الله، الله به همشون اجازه دزدی داده، الله به تمامشون اجازه تجاوز به نوامیس مردم داده، الله کار رو برای اینا صاف کرده، چون خودش عرضه ای نداره اینها بیان مردم رو بکشن، دست دست اعدام کنن، مالشون رو بخورن. در پناه اسلام نعوب محمدی، گروهی امامه به سر و بی امامه، از اکبر و رهبر دزد تا شیخ چلقوز 16-17 ساله طلبه، از حجت الاسلام تا آیت الله، از سه تا طویله خبرگان تشخیص و شورا، از سه تا قوه امامه در امامه، ریش در ریش، از مغز خبری نیست، قضاییه و مجریه و مغننه، سرداران کلاه لب بلند بونگلتون تشتکی و نوکران دکتر استاد دانشگاه، وطن فروش در کشورهای اروپایی و امریکا، چپن، راستن، کجن، کولن، پول رو هر کی میده عتبه همونو ببوس، چون اونها از الله آسمونی اجازه دارن. این اولین حکومت الله در روی زمینه، این عدل علیه. رفیق ارمنی ما گفت خدا رحمت کرد که شمرتون نیامد، امامتون که این، وای به حال شمرتون. عدل علیه و حقیقتا عدل علیه، اگر علی رو بشناسید میبینید ماشین آدم کشی رسول خدا بوده. پس بنابراین به پشتوانه الله آسمونی هر کاری اینا دلشون بخواد میکنن، با رضایت شما یه الله هم کردن زیر زمین، سهم اونم از شماها میگیرن. صبح به صبح میرن تای چا، صبحونشونو میخورن با امام زمون، میان بالا میگن امام زمون امضا کرد، خودش امضا کرد اینها، میگی نبرو بپرس، برو جزیره خضرا. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. اگر امروز صدای من شکسته است و رسانی است، به دلیل بیماری است که دارم و کار رادیشن یا رادیوتراپی یا هر چی اسمشو بذارید مجبورم ادامه بدم، و به هر صورت
روی جسم و جان من اثر میذاره، ولی سعی میکنم تا اونجایی که امکان داره این برنامه قطع نشه. برنامه رو امروز به سه بخش تقسیم کردم. بخش مسئله چهارشنبه سوری و آیا این چهارشنبه سوری آخرین چهارشنبه سوری است؟ آیا اگر ما در این چهارشنبه سوری شرکت بکنیم ممکنه گرفتاری هم داشته باشیم؟ آیا ممکنه زندان بریم؟ ممکنه تیر بخوریم کشته بشیم؟ آیا ممکنه همه این چیزا دسیسه باشه؟ سوالاتی است که شما میکنید. و قسمت بی رهبری که یه مبحثیه امروز باید با هم صحبت بکنیم، و قسمتی که اول کار شروع میکنم با یک شعر سعدی. گفت یادم رفت یه مرتبه شعر، چو از قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مهرا. شنیدستی که گاوی در علفزار بیالاید همه گاوان ده را؟ گفت اگر از یک قومی یک نفر بیدانشی کرد، منزلت برای کهتر و مهتر بالاتر و پایینتر از بین میره. همینطوری که اگه شما یه گاو مریض بندازی قطعی گلت، همه گاوان ده آلوده میشن. ما در سال 57 بیدانشی کردیم، گوییم که یه عده‌ای هنوز نمیخوان قبول بکنند، یه عده‌ای همون جایی که بودن همون جا میخوان بشینند و باد دل خودشونو خالی کنن، بازم همون حرفای مزخرفات رو بزنن، بگن نمیدونم شاه نمیذاش ما حرف بزنیم، ما خمینی رو آوردیم که حرف بزنیم. دروغ میگن. اینها کسی نیستند، اینها ادعا دارن روشن فکرن. من کاری اصلا بهشون ندارم، چون روشن فکر میاد حساب میکنه شاه 30% جلوی منو میگیره، 20% میگیره، خمینی 150% میگیره، من کدومو ترجیح بدم؟ من به جهنم، مردم چی؟ مردم چی؟ او فقط خودشو میبینه. خیلی ها فکر میکنن من با چپ ها مخالفم. چپ فکر میکنه مردم نمیفهمند، چپ فکر میکنه لشکری به نام زحمتکشان، به نام کارگران باید داشته باشه، این بگه اونا اجرا کنند. آخوندم همینجور فکر میکنه، میگه مردم عوام کل انعامند، من میگم اونا اجرا کنند. تفاوتی بین این دوتا نیست، اتفاقا خیلی نزدیکی هست. اما وطن فروش وضعش فرق میکنه با اینا. اینا خودشونه میخوان، اینا جهان وطنن، هم آخوند هم چپ. غایت چپ جهان وطنیه، آخوندم اصلا وطن نداره. آخوند مغز نداره، شکم وزیر شکم داره، چیز دیگه ای نداره. اما آدم هایی مثل حادثه جوادی، مثل بازرگان، مثل نمیدونم جلال آل احمد، اینها به اعتقاد من خیانتکار به مردم ایران بودند، برای اینکه حتما کتاب های خمینی رو خونده بودند. بازرگان حتما میدونست خمینی نظرش چیه.
و به زرس قاطع برای خیانت به مردم ایران اومده بود. یزدی برای خیانت به مردم ایران اومده بود. قطب‌زاده اومده بود که انقلاب و وسط را به قاپه بره. بنی سگ و فرانسوی ها فرستاده بودن اگه میتونه چیزی مال خود کنه از آمریکایی ها عقب نمونن. اما حادثه جوادی دو حالت داشت: یا باید قبول کنه که نمیفهمیده که قبول نمیکنه، پس بنابراین خائنه، برای اینکه وقتی که سال 1142 خمینی اومد حرفاش رو راجع به ارتجاع زد، اولین حرفش این بود که چرا زنا باید رأی بدن، اگه زنا رأی بدن تمام ادارات ما میشه فاحشه خونه. سید جوادی، حاجی جوادی اینو میدونست، سنجابی اینو میدونست، بازرگان اینو میدونست، جلال آل احمد اینو میدونست و همه اون ریز و درشت ها، اون احسان طبری، اینا همه اینا میدونستن اینو. برفتن پیشواز خمینی و مردم رو دنبال خودشون کشیدند. چو از قوم یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مهرا. حرف من اینها نیستند، اینها بلایی که خودشون آوردن به سر خودشون اومد، خپه خون گرفتن، تو سرشون زدن، یکی فراری شد، یکشون کشته شد، یکشون خپه خون گرفته اونجا مونده، هر وقت سیایه بهش بگه میاد یه قاره میزنه میره، هر وقت هم بهش بگن تو ایران گرفتاری ناراحتی داری، پروستاتش خراب میشه، میاد میره تگزاس. کار من با اینا نیست، کار من با مردمی است که با بیدانشی دنبال اینا رفتند. تعدادشون هم کم نبود. کار من با نخست وزیران بیدانشی است که توسط اعلیحضرت انتخاب می شد. کار من با آقای بختیار محبوب همه هست که عقلش نمی رسید که مملکتی که ساواک نداشته باشه هیچی نداره، یا می رسید. تمام این آدم ها بیدانشی کردند. آقای شریف امامی وطن فروش بود، با بازرگان هیچ تفاوتی نداشت، سالهای سال کاشته بودنش اونجا برای اون روز. آقای آموزگار وقتی اومد چرخ انقلاب رو حرکت انداخت، اومد تنها صنعتی که اون روز ما داشتیم صنعت ساختمون بود، جلوی اونو گرفت. آگاهانه عمله ها بیکار شدند، هوراکش آخوندا شدند. یک عزیزی 29 ساله از ایالات شمالی ایران بر من یه ایمیلی نوشته راجع به آقای دکتر مصدق اظهار نظری کرده. دوست عزیزم، باز دوباره متوسل به سعدی میشم. سعدی میگه مؤذن بانگ بی هنگام برداشت، نمیداند که چند از شب گذشته است. درازی یه شب از مژگان من پرس، که یک دم خواب در چشمم نگشته است. شما استناد به 4 کتاب کهنه می کنید، من کتاب کهنم. من توی اون روزها جونم رو گذاشتم روی این کار، من حکم اعدام گرفتم برای این کار. شما به من میگید که چجوری فکر کنم؟ من همیشه گفتم تعصب چیز بدیست، من تعصب ندارم. من فقط میگم بخونید، من فقط و فقط میگم بخونید، برای اینکه بیدانشی دیگه سراغ ما نیاد.
حرف من حرف فهمیدنه، ولی یه عده جوابای دیگه به من میدن. شاید نمیفهمن حرف منو، شاید من نمیتونم درست حرفمو بزنم. ببینید وقتتون رو میگیرم، ولی چون ممکنه مثل این جوان، مثل این نوجوان، چون از نوشتارش من زیر 20 میبینم، میگه با عرض سلام خدمت شما جناب آقای رضا فاضلی. ببینید خیلی هم مؤدب صحبت میکنه. شما در برنامه خودتان گفته بودید که خدا وجود ندارد. کسانی که برنامه من میبینن اگر با دقت ببینن این جمله جمله من نیست. من لغت خدا وجود ندارد رو به صورت دیگه‌ای گفتم. گفتم خدایی که در قرآن میگه که برید دست فلانی رو اینجوری بزنید، پاشو اینجوری بزنید، انگشتاشو اینجوری بزنید، از نظر من این آدم خدا نیست، این موجود خدا نیست، این نویسنده خدا نیست. من این رو گفتم. من گفتم اگر تو خدا رو میخوای داشته باشی برو بشناسش، برو بخون. پس بنابراین اگر نفهمیدی حرف منو، ببخشید این لغت رو میگم، اگر متوجه حرف من نشدی، اونجوری که دلت میخواد حرف من معنی نکن. و حالا من همه نامه شما رو میخونم، چون استدلالات بچگانه است. خودت گوش بده و ببین چی داری میگی. و تنها خرد انسان هست که وجود دارد. اصلا متوجه حرف من نشدی. گفتم اون خدا رو من، خرد من میگه اون خدا نیست، اون آدم کشه، اون خون ریزه. خرد جانشین خدا نمیشه، خدا یه چیز موهومه که من یه جوری میبینمش، تو یه جور میبینی، پدر تو یه جور میبینه، مادر تو یه جوری دیگه. خدا رو تو قالب نریختن. اگه به تو بگن ببرن توی اتاقی بگن آقا خدا رو برای ما توضیح بده، چه جور موجودیه، چی کار میکنه، دستش چجوریه، پاش چجوریه، اینا رو بگو، گرفتار میشی، نمیتونی بگی، برای اینکه مطالعه راجع به خدا نداری. باید خدمتون عارض باشم که همین خرد رو به ما چه کسی داده؟ همون کسی که خدا رو خلق کرده. خوبه؟ خیالت راحت شد؟ ببین جواب بچگونه رو باید بچگونه بدم. تو مثل اون رفیق من میمونی که اومد دم قصابی گفت آقا نیم کیلو گوشت به من بده. ببخشید اومد دم قصابی گفت یه شیشه پپسی کولا به من بده، من تشنمه. قصابی گفت ما اینجا گوشت میفروشیم. گفت من تشنمه. گفت آب میخوری؟ گفت نه پپسی کولا میخوام. گفت من ندارم، این بقالی بغلی پپسی کولا داره، برو اونجا. گفت بابا من تو شمری، من تشنم، پپسی کولا میخوام. قصاب یه آدم حلیمی بود مثل من، یه آدم صبوری بود مثل من. اومد پیشبندش رو برداشت، انداخت گردن یارو، گره پشتش رو زد، چاقو رو داد دستش، گفت واسه اینجا. مشتری من وقتی میاد اینجا میگه آقا یک کیلو گوشت لخم بی استخون به من بده. حالا تو قصابی چی میگی؟ آقا گفت شیشه خالی آوردی؟ اون وقتا تا شیشه خالی نمی بردی کسی کوکاکولا بهت نمیداد، چون این شیشه ها سرقفلی داشت. شما تو مغزت شیشه خالی و پپسی کولا. سوال از این بچگانه تر نمیشه. فخرد و کی به ما داده؟ جواب بچگونه این همون که خدا رو درست کرد. میتوان تمامی نظم های جهان را نادیده گرفت و گفت خدایی نیست.
عزیز من، جان من، خدایی رو که تو میشناسی آخوند و قبل از اون یه پیغمبری که انسان بوده ساخته این خدا رو تحویل تو داده. تو اگه نظم جهان رو میخوای بشناسی، برو اول جهان رو بشناست، برو ببین جهان چیه، برو ببین عظمت این جهان چیه. وقتی عظمت این جهان رو دیدی، اون وقت خندت میگیره که یه روزی سازنده این عظمت کار زندگیشو ول کرده، رفته تو مصر با فرعون دعوا کرده. خندت میگیره که صاحب این عظمت همه عظمت رو ول کرده، 1400 سال پیش پشته، فقط و فقط رفته تو مکه ببینه پولای کعبه رو ابو سفیان میبره یا محمد. اون خدایی که تو میشناسی اینه. من به تو میگم برو بشناس، حرف بچگونه نزن. من اعتقاداتی برای خودم دارم، شما اعتقاداتی برای خودت داری. خیلی از من میپرسن دین تو چیه، هیم جواب میخوان. شما دین میدونید یعنی چی؟ میدونید این لغت از کجا اومده؟ میدونید دین رو کی اختراع کرده؟ و چون نمیدونی اینا رو، فکر میکنی اگه یک کسی دین نداشته باشه اینجوریه. نه عزیز من، نه قربونت برم، نه پسر من، نه دختر من. من میگم، نمیگم دین نداشته باش، نمیگم خدا نداشته باش، نمیگم نماز نخون، نه. من میگم بفهم چرا این کارا رو میکنی. در مذهبش، در دین محمد، باز هی حرف تو حرف میاد، یه آقایی نوشتی که شما همش راجب شیعه ایراد میگیری، پس سنی ها چی؟ اصلا مسئله شیعه و سنی و یهودی و مسیحی و بهایی اینا برای من وجود نداره. من راجب دین صحبت میکنم، دین، دینی رو که ساختن آوردن تحویل من و تو دادند. حالا من و تو میخواد مسلمون به دنیا آمده باشیم، میخواد سنی باشیم، میخواد شیعه باشیم، میخواد بهایی باشیم، میخواد زرتشتی باشیم، میخواد عیسوی باشیم، از هر نقل نمیرم شبهاش، میخواد موسوی یعنی موسایی باشیم، یهودی. اصلا ببینید وقتی آدم نفهمه خیلی گرفتار میشه. یهود وقتی میگی میگن بله، اگه بگی جهود میگه بد، تو توهین کردی به ما. شما برو ریشه این کلمه رو پیدا کن. مثل اینکه یه کسی اسمش یوسف باشه، بره فرانسه بهش بگن یوسف، همون یس. جاهای مختلف که میره اسماش فرق میکنه. همین یوسف میاد امریکا میشه جوزف، همین میره توی زبون اسپانیلی میشه خوزه، همونه، هیچی عوض نشد. همه رو هم با جی می نویسن. ولی وقتی آدم نفهمه همون ماجرای مولانا میشه که 5 نفر یا 4 نفر یه پولی پیدا کردن، دعواشون شد. یه نفر رسید گفت چرا هم دیگر میزنی؟ اون که گفت من عنب میخوام، اون گفت من عزوم میخوام، اون گفت من انگور میخوام، رومی هم به زبون رومی گفت من انگور میخوام. گفت بابا شما همه تون یه چیز میخوان، زبون همو نمیفهمی. وقتی میشینی حرفای منو گوش میدی، اگر به مزاقت خوش نمیاد خودتو اذیت نکن. اگر به مزاقت خوش میاد
برو مطالعه کن. من ازت سپاسگزارم که برام ایمیل فرستی، ولی ایمیل بچگانه چرا؟ میگه آیا غیر از این است که اثر انگشت تمامی مردم دنیا شبیه به یکدیگر نیستند؟ پس خدا وجود داره. شما قبول کن. مرکز زمین کجاست؟ همینجا. نه، همینجا. همینجا که من انگشتم گذاشتم. میگی نه، برو متر کن. متر کن ببین مرکز زمین همینجاست یا نه. من عذر میخوام اگه وقتی کسان دیگر رو میگیرم، ولی ببینید نظیر این جوان یا نوجوان توی ایران ما زیاد داریم و میشینن و گوش میدن. نظیر این جوان و نوجوان آدمایی هستن در سن 50 و 60 و 70 که هنوز توی اون قفسی که براشون درست کردن نمیخوان بیان بیرون. میگه آیا این هم تصادفی است و به صورت شانسی به وجود آمده؟ حتما، حتما. اگر غیر از این بود اثر انگشت شیرم با تو تفاوت داشت. آقا ببین حرفا بچگونه است. من جوابی ندارم بهت بدم جز این که بگم عزیز من، استدلال یه چیزی دیگه است، منطق یه چیزی دیگه است، علم یه چیزی دیگه است. علم میگه هر چیزی ثابت بشه. دین میگه همینی که من میگم. تو اگر دنبال دین میخوای بری، اگر دنبال خدا میخوای بری، دنبال دلیل و مدرک نرو. الان گروه آدم ها نشستن قرآن رو میبرن توی مسائل فضایی، نمیدونم آزمایش 19. آخه این قرآن مگه مرده بود؟ 1400 سال این معجزه هاش همه مرده بود یه مرتبه، حالا اومده با علم تطابق پیدا کرده؟ حرفای بی سر تایی که توش میری میخونی. و این ایمیل شما باعث شد که من امروز نتونم قرآن رو ادامه بدم، ولی ادامه میدم حتما. آیا مریض شدن انسان باعث نمی شود که انسان به دنبال درمان آن پرده از آفریده های خدا بردارد و در مسیر علم و دانش پیشرفت کند؟ یک کسی نشسته بود با چکش می زد تو سر خودش، می گفت آخ. بهش گفتن که چرا این کارو می کنی؟ گفت وقتی نمی زنم خوشم میاد. این مرض‌ها رو، این میکروب‌ها رو، این باد و طوفان و زل، اینا همه کار خداست. خدا تو رو مریض میکنه، بشر نجاتت میده. عکسش نیست که بشر مریضت کنه خدا نجاتت بده. خدا دنبال هیچی نیست. خدا اگر تو قبولش داری، مرض مال خداست، شیطون مال خداست. شما شیپور از دهنگوشادش فوت میکنی، از اون سر بچرخونش، از اون سر فوت کن، صداش در میاد و متوجه میشی. آیا از خود پرسیده ای چرا درختی مانند درخت سیب بیهوده میوهی به نام سیب میدهد؟ من مجبور میشم اینو قطع بکنم، برای که خیلی حرفا بچگونه است. خیلی ابتدای، خیلی مثل این که 8 سالته. چرا درخت سیب میده، درخت های دیگه سیب نمیدن؟ پس خدا اون بالا نشسته. ببخشید دوستان، اگه من ببینید من با کیا طرفم. این پایین میگه به گفته پیامبران این حرف ها را زدن تا مردم را به گفته شما پیامبران این حرف ها را زدن تا مردم را گمراه کنند و برای نفع خود قدمی بردارند، اما حرفای آنان برای مردم بسیار خوب بوده. شما پیغمبرها رو نمیشناسی عزیزم.
من همه یه حرفم اینه که برو بخون، برو مطالعه کن. اگرم نمیخوای همینایی که میدونی، اون وقت جوابت از قول من اینه که هرچی شما میگی درسته. من نمیخوام اینو به شما بگم، ولی ببین باید یه جای آدم باشه، یک چیزی رو بتونه دنبال کنه. اینا که شما داری میگی، بریم سر مبحث چهارشنبه سوری. قبل از اینکه وارد چهارشنبه سوری بشیم، ببینید دوستان، این برنامه کارش فقط و فقط روشنگریه. این برنامه هیچ چیزی نداره، یعنی برای شما نیمده بگی که الله نپرست، یهوه رو بپرست، یا دین شیعه خوبه دین سنی بده، یا یهودی بهتره یا زرتشتی بدتره. این برنامه همچی چیزی رو نداره. این برنامه کاری به کار باورها و دین شما نداره. این برنامه در گفتگوهاش با شما میگه برو تحقیق کن، چون ممکنه منم حرف بی خود بزنم. اما اگر دلیلی داری راجع به بی خود حرف زدن من، به من بنویس، من خودمونو میخونم، نه اینجور بچگونه. اگر تعصبی راجع به شخصیت سیاسی داری، داشته باش. همه آدما یه بت دارن، ما ایرانی ها بت سازیم. ببین در مملکت ما اعتقاد من اینه که در سال یک روز حکومت عقب میشینه، با اون چهارشنبه سوریه. این اعتقاد من رو یه عده‌ای اومدن گفتن آقا ما روز چهارشنبه سوری میخوایم انقلاب کنیم، میخوایم شلوغ کنیم، میخوایم بریم اختیار دولت رو بگیریم دست خودمون. راست گفتن و دروغ گفتن من نمیدونم. میتونن این کار رو بکنن یا نمیتونن این کار رو بکنن من نمیدونم. شما برید دنبالشون یا نرید دنبالشون من نمیدونم. برای اینکه من همیشه به همه گفتم من که اینجا نشستم، دانش من راجع به اون مثلا راجع به همین محلی که این آقایون گفتن برین، گفتن 4 در اصلی داره 4 در فرعی. حالا ممکنه یکی از ایران به من زنگ بزنه بگه آقا نداره، 3 در اصلی داره 4 در فرعی. من نمیدونم. حداقل اون چیزایی که نمیدونم به شما میگم، ولی حرف من اینه در کشور ایران چه شما حرکت بکنی چه نکنی، یک مش سگهای هار هستن که پای شما رو میگیرن. این 70 نفری که تو دانشکده امیرکبیر گرفتن یا دانشگاه امیرکبیر گرفتن برای چی گرفتن؟ اینو داشتن درسشون رو میخوندن. اینا اومدن 4 تا تابوت آوردن، گفتن میخوایم اینجا چال کنیم، دعوا را انداختن یه در بگیرن. فرقم نمی کنه براشون کیو بگیرن، نشون نمی کنن. اینا این کار می کنن که تو بترسی، تویی که در ایران هستی. و تعداد زیادی از مردم ایران مبلغ اینها هستن که مردم رو از اینا بترسونن. من کاری ندارم تو می خوای بترسی یا نمی خوای بترسی. من کارم به اینه اگه تو آخر دنیا بترسی، دیگه حق اعتراض نداری، همینیست که هست. این رو به گردن هیچ گروه و دسته ای از خارج نمیتونی بذاری که آقا اونجا اپوزیسیون چیکار میکنه، نمیم لیدر کیه، رهبر کیه، فلان کیه. شما در تمام طول این موضوع دانشگاه امیرکبیر میجنگید،
یک بار شنیدید یک نفر از این اپوزیسیون ها یه دونه از این تلویزیون ها بیاد بگه که آقایون دانشگاه های دیگه بیاین بریم به کمک اینا؟ شنیدید؟ اپوزیسیون چراغ سبز نداشت، تلویزیون ممنوعیت داره این حرفا رو بزنه. دیروز بود پریروز بود دیدم تلویزیون پارس یه عکسی گذاشته، ما از اینا حمایت میکنیم. تموم شد رفت. از کی حمایت میکنی؟ چی رو حمایت میکنی؟ تموم شد، قائله خابید. چی میخوای بگی؟ میخوای بگی ما هم تو صفیم؟ روز حمایت روز جنگ بود، روز دعوا بود. این آقایون رهبران اپوزیسیون چراغ سبز و آبی و اینا اصلا نمیخواد. یک کلام میگفتن دانشجویان برید به برادراتون کمک کنید. ببینید دوستان، یه مقداری تلنگر بزنید اینجا. اینی که میبینید من اومدم حیثیت خودم رو تو این کار گذاشتم که ممکنه روز چهارشنبه سوری و 100 نفرم کشته بشن، میگم تا اون اتفاق نیفته اتفاق بعدیش نمیفته. اپوزیسیون، تلویزیون، اینا اینجاست که شما را ساکت کنه، نه شما را حرکت بده. اعتقاد منه، ممکنه غلط باشه، ولی این چیزا که من دارم میبینم راحت دارم میگم بهتون. این سازمان های کوچیک و بزرگ و سبز و آبی و قرمز و بنفش، یکیشون نیامد اعلامیه خطی اینترنتی بده که دانشگاه های دیگه امیر کبیری ها رو دارن پدرشون رو در میارن، بیاید برید کمکشون. اینا رو که دارم میگم گله از کسی نمی کنم، میخوام شماها که در ایرانید روشن بشید. شماها اگر خودتون حرکت نکنید هیچ اتفاقی نمیفته. برای آزادی و برای در دست گرفتن اختیار خودتون بها باید بدید. این بها ممکنه زندانی باشه، ممکنه جون باشه، ممکنه هر چیز دیگه ای باشه. چرا؟ یه روزی بیدانشی کردیم و اینها رو سر خودمون سوار کردیم. تنها مسئله‌ای که اینها پخش میکنن بین شما مردم اینی که هر کی نفس بکشه از ماست. یه ایمیلی اومده بود از آقای باوندیان، در حدود 50 نفر اسم نوشته بودن که ما میریم به این برنامه کمک میکنیم. اسمام همه مستعار بود. من نه زی نفعم نه زی ضرر، من رهبر هیچ گروهی نیستم. من میگم اگر شما مردم حرکت نکنید تا آخر دنیا همین آش و همین کاسه. اون کسانی که میان به من نصیحت میکنن میگن آقا بچه های مردم گیر میفته، بچه های مردم گیر هستند. این 70 نفری که دانشگاه امیرکبیر گرفتنشون کی بودن؟ این اعدام های 10 نفری 20 نفری اینا کیا هستند؟ اما اگر حرکت 30,000 نفری 40,000 نفری بشه، و وقتی یه زندان ندارن همه اینا رو بریزن.
اون حیوانات تا دندان مسلحند، ولی شما هم باید یه فکری داشته باشید. اگر خودتون بین خودتون گروهی هست، اگر فکر میکنید اون جایی که دارید میرید امکان برد داره، حتما امکان باختم داره. و به صرف این که ممکنه امکان باخت درش باشه، از من نخواهید که خفه خون بگیرم هیچی نگم. برای از جوب پریدن بایستی یه نفر پیش قدم بشه. شما اگر تو دهات زندگی کرده باشید میبینید گله میرسه لب جوب، وای میسه. اینا یه بز پیشاهنگ دارن، چپون بز پیشاهنگ رو میندازه جلو، بز که پرید همه میپره، تا اون بز نپره همه این برای آب وای میسن. اگر اون بز پیشاهنگ رو پیدا کردید برید دنبالش. ایمیل های زیادی که برای من اومده کوتاهاشو براتون بخونم. من محمد 17 ساله از ایران. اولا با این حرفات رو خیلی ها تأثیر گذاشتی. تو کسایی که من میبینمشون که یا همشون رو منحرف کردی که جات حتما تای دوزخه، یا یه گروه که میگن تو نجاتشون دادی. دوما خدا لعنتت کنه، از وقتی برنامه هاتو نگاه کردم موقع نماز شک میکنم به اینکه اسکول شدم. اسکول شدم من معنیشو نمیفهمم چیه، ولی بیا خنده دارترین چیزا رو برو تو توضیح المسائل بخون. شکیات نماز، ببین چه مزخرفاتی توش نوشته. از ایمیلی که من فرستادی سپاسگزارم، هرچند که منو لعنت کردی. این رفیقمون میگه من فقط میخواستم چند کلمه حرف حسابی با خدایی که میگن همه جا هست و هیچ جا نیست بزنم. ایشون معتقده که خدا برنامه منو گوش میده و میخواد من از این برنامه از قول ایشون با خدا حرف بزنم، چون احساس میکنم حتما برنامه آقای فاضلی رو میبینه، شاید به رگ غیرتش برخورد و جواب ما رو داد. من دختری 20 و چند ساله هستم، در طول عمر نتونستم باهات صحبت کنم ای خدا. نه حضوری منو پذیرفتی نه غیر حضوری، چون بی پول بودم، با وجود اینکه وقت قبلی هم داشتم اما افتخار ندادی. این شماره ها، این شماره ای کارت ویزیت و آدرست هم اشتباهه. این شماره های کارت ویزیت و آدرست هم اشتباهه. هرچی تماس میگیرم یا آخون میگه خدا در دسترس نیست. راستی اگه تو واقعا منو آفریدی ای پیکر تراش ظالم من، خودم نخواستم که باشم. وقتی که تو دمیدی در گلم و به خود آفرین گفتی بهر خلق کردنم، بعدش تو اون بهشتت که گندم ممنوعه دلم رو شکستی و گفتی برو زمین. اون موقع من هم دلم نمیخواست که باشم، چون زیر بار امانتت، یا بهتره بگم رنج و مهنتت، من گل ناچیز بیمقدار دیگه شکست پشتم. آخه اگه اختیار و عشقی بود که اون جبرئیل زرنگه یا اون میکائیل قشنگه یا اون همه فرشته های بهشت نشیند یا زمینت آسمونت عرش و فرشت میکشید اون را به دوش، شعرگونه گفته. آخه تا کی عبادت زورکی؟ اونم دروغ. آخه تا کی سجده؟ بازم دروغ. اما نه انگاری تو خوشت میاد. بابا من زمین آسمونت رو نمیخوام، مگه زوره؟ به کی بگم؟ من پرستشگاه پر از گناهت
دیر و مسجد و کلیسات رو نمیخوام، مگه زوره؟ به قول خودت با اون همه عظمت خدایی نشستی بر عرش کبراییت، آخه من ناچیز بی مقدار گل تا کی کشم حکمت الهیت؟ من سجده اون فرشته های بی اختیار و اینا رو نمیخوام، دست از سرم بردار بابا، من همون گلی بودم که میخوام. از کرمانشاه. این بانوی عزیز درد دلشو گفته، درد دلشو با همون خدایی که بهش گفتن هست. منو میبخشید، من اولش ازتون معذرت خواهی کردم برای اینکه بعضم امروز زیاد خوب نیست و ممکنه این کار حدود یک ماه ادامه داشته باشه، اما به هر تقدیر سعی میکنم تا اونجایی که ممکنه برنامه‌مو از دست ندم. یک صحبتی دارم با پدران و مادران، اون رو هم باز از روی یک فکس که اینجا برام نوشتند، این رو هم براتون از روی این فکس میخونم، چون گرفتاریایی که پیدا کرده در مورد کار من همین کار من بوده. میگه من جوانی 37 ساله، مدت 3 سال است برنامه شما رو دنبال میکنم. باید بگویم به من و خانواده ام که روزی از سنگ شدن میترسیدیم، کمک بسیار زیادی با راهنماییتان فرمودید، چنانچه هیچ چیز مانند صحبت‌های پرمحتوا و کتاب‌هایی که من معرفی کردید نمیتوانست این چنین باعث خرافه‌زدایی دینی در میان خانواده من به خصوص من گردد. البته هنوز مادرم در برابر سخنان شما اصرار و پافشاری می‌کند و از روز قیامت می‌ترسد. اگر مشکلی برای من در این مدت حادث گردد، همه را پای حرف‌های من می‌گذارد و می‌گوید اگر این را نمی‌گفتی خدا با تو چنین نمی‌کرد. ببینید چقدر سطحی مادر فکر می‌کنه، که فکر می‌کنه خدا اونجا نشسته. گفتم تصویر خدایی که به شماها دادن، این خدا نشسته، این 6 میلیارد جمعیت رو ول کرده، چارچشی داره تو رو میپاد چیکار کنی، که بعدش حالی که این کارو کردی منم اون کارو میکنم. ببین خدا چقدر کوچولو و بدبخت بیچاره است. این خدایی که ما ساختیم، کاش خدای بزرگ میساختیم برای خودمون. یا محمد و علی و غیره به دادت میرسن، اونا اگه میتونستن به داد کسی برسن اول به داد خودشون میرسیدن. آی فاضلی بعضی وقتا میاد و میگه که خدا داره به تو فرصت میده، یا شیطان تو رو گول زده و غیره باعث دلسردی من شود، ولی چون من فقط از روی حرفای شما به بیهودگی دین و دیانت غیره پی نبرده هم که با این حرفا گول بخورم، بعد که همانطور که فرمودید مطالعه کردم، درود بر شما، کتابهایی که به شرط چاقو پیشنهاد کردید خواندم و با خردم فهمیدم که حق با شماست. من فکر میکنم این مشکل بسیاری از جوانان امروز ماست که پدرها یا مادرها به جای اینکه به بیهودگی خود اعتراف کنند، جوانانشان را به کتابخوانی و خردگرایی تشویق کنند، آنها را از سنگ شدن و به اصطلاح خشم الله میترسانند، از شمشیر الله زیرزمینی برحذر می‌دارند و نمی‌خواهند حالا هم که عمر و زندگی ما را تباه کردند بیایند و در خردگرایی کمکمان کنند و یا حداقل کاری به کارمان نداشته باشند. اشتباهی که همین‌ها در سال 57 مرتکب شدند و بهانه‌های واهی 30 سال را ماسمالی کردند و حالا که کارت به استخوان رسیده، به جای اینکه به گناه خود اعتراف کنند می‌گویند اسلام این نیست، اینها اسلام را به بیراهه بردند. سر خود چی میخواد کلا بذاره؟ میخواد بگه من سرم کلا نرفته که توش از 70 سالگی سخته براش باور کنه 70 سال سرش کلا رفته. اسلام همینه. اگر این آخوندها نبودن تو اسلام رو نمیشناختی مادر، تو اسلام رو نمیشناختی پدر، تو اسلامت اسلام آخوندیه، تو اصلا نمیدونی اسلام چیه، نمیدونی خدا چیه، تو فقط کورکورانه هرچی آخوند بهت گفته. من یه مسئله خیلی کوچیک بهتون بگم. ببینید
تمام نمازهایی که شما میخونید مطابق گفته اسلام اینها باطله. اسلام نه شریعت شیعه، مطابق گفته اسلام. در اسلام، اسلام محمدی میگه وقتی سجده میکنی 7 نقطه بدن تو باید به زمین تماس پیدا کنه. 2 کف دستت، 2 زانوات، 2 شست پات و پیشانیت. 7 نقطه. تو میای مهری که معلوم نیست از کجا، از کدوم خرابه، از کدوم طویله، اینو برداشتن، سفتش کردن، گلش کردن، دست تو میدن و میگن سر تو رو زمین نذار، رو این بذار. اسمش هم هست تربت حسین. 1400 سال بغل اون رو اگر ازش مهر درست کنن الان رسیده بودن به قعر جهنم. ولی تو نمیخوای فکر کنی، شعورتو نمیخوای به کار بندازی. فکر نمی کنی این مهری که میدی میخری، این گلی که میدی میخری از کجا آمده، این خاک رسو از کجا آوردن. تو بت گلی داری عوض بت سنگی که محمد میگفت بشکنینش، تو بت گلی درست کردی. تو اگه مهر نداشته باشی نماز نمیخونی. در شیعه بهت گفتن اگر مهر نداری شست تو با هم جفت کن، پیشونیت بذار رو شست. این درست خلاف دین اسلامه که محمد که تو اعتقاد داری رسول الله گفته. تو حسین و علی رو قبول داری، اونا نمازشون رو مهر نمیخوندن، ولی تو روی نادانی، روی بیدانشی، اینی که میگم نمیشناسید، هرس و جوش میزنم که نمیشناسید، این حقیقتیه. باور کنید نمیشناسید و با ناشناخته دارید حرف میزنید. اصلا نمیدونی اسلام چیه، بعد میگی اسلام اصلش یه چیز، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. خفه خون بگیرم برم. چرا ما عادت کردیم سر خودمونو کلا بذاریم؟ آیا ما همه دزدیم که از خدا میترسیم؟ آیا ما همه جانی هستیم که از خدا میترسیم؟ آیا ما همه خلافکاریم از خدا؟ آخه خدا چی کار کرده که من ازش بترسم؟ من چی کار کردم که از خدا بترسم؟ مگه خدا دیوه؟ مگه هیولاست؟ مگه لولو خورخوره است؟ به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.